همیهنان گرامی، ببینیم چرا در شرایطی که هر روز من دلم میخواست این فرصت رو داشتم همیهنان گرامی که برای شما آگهی هایی که در کوچه پس کوچه های ایران مخصوصا تهران در مورد فروش کلیه، در مورد فروش ریه، نمیدونم چیزهای دیگهی که مربوط به اینی که از اندامشون مردم میتونن بفروشن، اینا رو آگهی هاشون رو ببینید و ببینید که به چه دلایلی مردم مینویسن که ما حاضریم با نرخ خیلی پایین کلیم رو بفروشیم چون احتیاج داریم، چون زندگیمون دیگه به آخر خط رسید. تعداد بیشماری همیهنان گرامی به خصوص از کارگران و کارمندان شریف ما میان خودشون رو آتش میزنن، میان خودکشی میکنن، حلق‌آویز میکنن خودشون، از ارتفاعات و ساختمان ها و پول ها خودشون رو پرت میکنن به علت بدبختی و بیچارگی و بیپولی و فقر. میلیون ها نفر حاشیه نشین در تمام کلان شهرهای ایران داره. جنگی که منجر به نابودی بسیاری از شهرک‌ها و دهات ایران شد و شهرها مثل اهواز، مثل آبادان، مثل قصرشیرین در غرب، تمام اینها هنوز نه تنها به حالت اولیه باقی مونده، یعنی به حالت بعد از جنگ، بلکه در بسیاری از این شهرها حتی آبی که مردم مصرف میکنن هم نتونسته این دولت جمهوری اسلامی که میخواد نمونه باشه در جهان بتونه به داد این مردم برسه. فیلمی داشتیم چندی قبل، متاسفانه الان در اختیار ما نیست، در دسترس نیست، مصاحبه کرده نماینده بی بی سی در بیروت و جنوب لبنان با مردمی که طرفدار حزب الله لبنان هستن، مردم عادی و مردم وابسته به حزب الله و مسلمانان در بیروت و جنوب لبنان. در اونجا یک خانومی هست، نه یک نفر بلکه چندین نفر، ولی به خصوص این خانوم جوان در برابر دوربین بی بی سی میگه که این ساختمان های قبلی مناظر ما بود، نشون میده ساختمان، عکس ساختمان های قبلی رو. بعد عکس دیگری رو نشون میده که در جریان جنگ داخلی لبنان چگونه نابود شده بوده اینا. بعد یه عکس دیگر نشون میدن که چگونه هواپیماهای اسرائیل آمدن این قسمت ها رو بمباران کردن و از بین رفت. بعد وضعیت فعلی این ساختمان ها رو نشون میده، ساختمان های بسیار مدرن شیک که این دختر خانم جوان وابسته به حزب الله میگه، همونطور که ملاحظه میکنید این ساختمان ها بهتر از گذشته است. همه اینا نه یکی و دوتا و ستا و صدها محصول همکاری و مشارکت وسیع جمهوری اسلامی. بعد دعا میکنه مقامات جمهوری، البته حق هم داره. بعد راجع به ساخت راه آهن، راجع به ساخت جاده ها، پل ها، بیمارستان ها، مساجد در همین مصاحبه صحبت میشه. و این در حالی است که گفتم در داخل ایران بسیاری از شهرهای ما هنوز فاقد اون به اصطلاح احتیاجات اولیه هستن بعد از اون جنگ 8 ساله که این رژیم بی عرضه جمهوری اسلامی به مردم ما تحمیل کرد، به اتفاق اون دیوانه صدام. بگذاریم، اما اگه یادتون باشه همیهنان گرامی، ما در موقعیت های مختلف، ما نه جمهوری اسلامی، فقط شعار داد و فقط حرافی کرد و بعد با سرفکندگی و بیچارگی عقب نشینی کرد. در مورد گروگانگیری که یادتونه 444 روز گروگانهای آمریکایی نگه داشتن، بعد قرارداد فضاحتبار الجزایر رو بستن که بیشترین ثروت های ایران که در آمریکا بود
پولای نقدی که ما داشتیم در دادگاهی که در لایه تشکیل شد رسید به آمریکاییایی که خسارت دیده بودن، این دیپلماتایی که به اسارت در اومده بودن، خلاص اون پولا رفت از بین. بعد جنگ ایران و عراق در زمان خمینی کبیر به قول آقایون دیدیم که یک سه سال اول، بعدم پنج سال دوم شعارم این بود که از راه کربلا میرسیم به قدس، جنگ جنگ تا پیروزی، از این شعارهای آبکی و تو خالی. و همه اون یادمونه که عاقبت با یک جام زهر همه این جریانات به پایان رسید. یک میلیون کشته و زخمی، ده ها شهر و شهرک ما نابود شد و میلیارد میلیارد خسارت، حالا بجز انسانی از نظر مالی به ما وارد اومد و بعد هم تموم شد. بعد آمدیم سر از 13 سال پیش مسئله انرژی هسته‌ای. من اینا رو میدونم، همه شما میدونید، همه هم دارم. میخوام یک سوزنی بزنم به این به اصطلاح افکار شما، اون کسانی که یادشون رفته، اون کسانی که سر انتخابات میریزن پای صندوق ها رأی میدن، بعد میان تو خیابان میرقصن، بعد ابراز شادمانی میکنن، بعد یک ماه بعدش، یه هفته بعدش، دو سال بعدش، یه سال بعدش میان میگه اینجا هم گول خورده. همونطور که در خرداد معروف که آقای خاتمی رو آوردن که محصول بعدیش آقای احمدی نژاد بود، و بعد آقای حسن آقای روحانی که اومدن رفتن پای صندوق های رنگ، گفتم صندوق ها رو پر کنیم، دیدیم که ماجرا به کجا ختم شد. همین دیروز یه مصاحبه میدیدم از یه دختری که در تهران باش مصاحبه میکنن، ازش میپرسن که شما در انتخابات شرکت کردید؟ میگه بله. میگن آیا راضی هستی از این که در انتخابات شرکت کردید و تونستید وظیفه ملی خودتون رو انجام بدین؟ این دختر خانم میخنده، میگه بله، من هم در خردادی که آقای خاتمی اومد وظیفه ما انجام دادم و هم در زمانی که آقای روحانی آمد و من باز رفتم وظیفه ما انجام دادم، ولی حالا به یه نتیجه رسیدم بعد از نزدیک چهار سالی که به اصطلاح داره از حکومت آقای حسن روحانی میگذره. ایشون میگه که ما به هیچ کدوم از شعارهایی که اینا دادن نرسیدیم، وضعیت ما بدتر و بدتر شد. من دارای دو تا لیسانس هستم، دختر خانم میگه، مثل هزاران تحصیل کرده تو مملکت بیکارم. بعد گریه میکنه، بعد میگه به کی باید این حرفا رو زد که در مملکتی ما زندگی میکنیم که همه حرفا باد هواست و این آقایون و آدمایی که در مستر کارن هیچ کدوم از حرفاشون قابل اتکا و قابل اطمینان نیست و همه شعار دادن. بعدم دیدیم که مسئله هسته‌ای رو، انرژی هسته‌ای رو، همطور که گفتم 13 سال آزگار مردم اینا سر کار گذاشتن و بعد گفتن که این انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. تبلیغات مفصل که ما یک وجب هیچ یک انگشت از خواسته هامون عقب بمیشیم، سانتریفوژ ها رو اینطوری میکنیم، در فردو اینجوری میکنیم، در عراق این کار میکنیم. بعد هم یه ناگهان همین رهبر مستضعفان، رهبر چاوگشان جهان، رهبر آخوندهای جهان آمد گفتش که ما باید نرمش قهرمانانه بکنیم، مثل امام حسن، باید با افتخار بریم بشینیم، نرمش به خرج بدیم و عقب بشینیم، همینطور که اولیا و اهل بیت این کار کردن، مثل امام حسن که رفت ساخت. بعد اومدن رفتن نشستن قراردادهای اسارت بار واقعا در ژنو، در وین بستن و باز مردم ریختن تو خیابونها ابراز شادمانی از اینکه خب الحمدلله این جریان برجام به پایان رسید، الانی که شرکت های مختلف خارجی بریزن تو ایران، تحریم ها برداشته بشه و ایران بشه یه نمونه مثل سوئیس تو خاورمیانه.
بعد یواش یواش مقام معظم روزخان بزرگ احساس کرد که کلا تا اینجا، یعنی عمامه تا اینجا رفته تو سرش، چون اینا تصورشون از اون قراردادها یه چیز دیگه بود، همونطور که روحانی و ظریف و دیگران بود. قرب به همه اون چیزهایی که میخواست رسید، جلو سانتریفوژها رو گرفت، فوردو رو نابود کرد، آب سنگین عراق رو تقریبا از بین بردن، در پارچین همه چیزهایی که اینا ساخته بودن از ترسشون رفتن از بین بردن، میلیارد میلیارد خساراتی که بابت خرج کردن این مسائل بود همه نابود شد. چی به دستشون رسید؟ من فکر میکنم چیزی به دست آوردن. تحریم ها به قول رهبر روزخان ها هنوز باقیه و تصور اینا اینه که جهان در خوابه و اینا میتونن همه کار بکنن. الان بس بر سر اینه که با این صحبتی که این مردک آخوند حزب اللهی در لبنان کرد، هیچ شرکت خارجی این ریسک احمقانه رو نمیکنه که بلند شه بیاد تو ایران سرمایه گذاری بکنه، در حالی که میدونه ایران داره، یعنی این حزب اللهی لبنان و فرماندهان عقب افتاده و احمق سپاه که اومدن تایید کردن حرفای این مردک رو و میگن بله ما این کارو میکنیم، افتخارم میکنیم، هیچ کاری هم قبل نمیتونه بکنه. الان دوباره صحبت بر سر تحریم های جدیدی. حسن نصرالله علنا در این برنامه میگه، در سرغال پخش فیلمش رو براتون پخش میکنه، میگه موشک ها، غذای روزانه ما، حقوق ماها، همه اینا از طرف جمهوری اسلامی تامین میشه و ما هیچ غمی نداریم. تا موقعی که جمهوری اسلامی پول داره، حزب الله لبنان هم پول داره و حتی این موشکایی که ما پرتاب میکنیم طرف اسرائیل، اینا رو همه رو جمهوری اسلامی در اختیار ما میذاره. این میدونی یعنی چی همینان گرامی؟ یعنی دست اسرائیل رو بازتر، باز که بود، میذاره. به این دلیل که اینا دارن عملا میگن یک کشور عضو سازمان ملل متحد داره به همسایه اون تمام تجهیزات کشتار رو میده برای اینکه اون کشتار مردم اسرائیل رو کنه. چه کشوری این کار رو میکنه؟ کشوری که الان گزارش داریم در مرزهای شمال ایران، یعنی در مرزهای غربی ایران، شمال غربی ایران، در منطقه کردستان، اینا رد دارن میگن ما خاک عراق رو بمباران میکنیم، چون بایستی عراقی ها جلوگیری بکنن از فعالیت حزب دموکرات کردستان. و یکی از این فرماندهان پوشالی سپاه پاسداران گفته اگر ما ببینیم این کار ادامه پیدا میکنه، تا هر کجایی که باشه میریم تو خاک عراق. بخونید حرفاشون. حالا اجازه بدید یه فیلم براتون پخش بکنم راجع به همین مسئله سید حسن نصرالله و سخنرانیش در به اصطلاح لبنان و بقیه قضایا. به این توجه فرمایید، بعد برمیگردیم، من دوباره در خدمتتون خواهم بود. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان جمعه گذشته مراسم یادبود فرماندهی تازه کشته شده شاخه نظامی حزب الله. خیلی شفاف میگویم و هیچ چیز پنهانی وجود ندارد و همه دنیا هم بدانند. تمام بودجه و پول و هزینه های ما از خورد و خوراک و سلاح و موشک از جمهوری اسلامی ایران میرسد، همان سلاح هایی که با آن اسرائیل را تهدید میکنیم. تمام؟ او در این سخنرانی که طبق معمول از مکانی نامعلوم ایراد میشد، از آیت الله خامنه ای با عنوان امام یاد کرد و از صدر تا ذیل حکومت و دولت ایران تشکر کرد که به گفته او پشت سر گروهش هستند. طولی نکشید که سخنگوی سپاه پاسداران به این سخنان حسن نصرالله واکنش نشان داد. حرف کلی رمضان شریف این است که جای نگرانی نیست، چون به گفته او این نوع موضع‌گیری ها به دست صهیونیست ها و غربی ها گزک نخواهد داد.
سخنگوی سپاه گفته صهیونیست‌ها و غربی‌ها بیش از این نمی‌توانند کاری بکنند و سخنان اخیر سید حسن نصرالله بهانه بیشتری به دست آنان نمی‌دهد. چندیس با تیرگی بیشتر روابط عربستان سعودی و ایران، کشورهای عرب مخالف حکومت ایران توجه اصلیشان را روی کاهش قدرت مانور ایران در منطقه قرار دادند، به ویژه پس از توافق اتمی. از نظر این کشورها حزب الله لبنان هم که بازوی مسلح ایران در منطقه است باید هدف قرار گیرد، به ویژه حالا که حضور حزب الله در سوریه مؤثر بوده و به سهم خود از سقوط بشار اسد جلوگیری کرده. اواخر سال گذشته کنگره آمریکا بر تحریم بیشتر حزب الله لبنان متمرکز شد. بعضی از پرونده‌های قضایی که در آمریکا علیه ایران باز است به حزب الله لبنان مربوط می‌شود و به حمایت حکومت ایران از این گروه و پیامد این حمایت از دید آمریکایی‌ها. با همه اینها رهبر ایران و مقامات سیاسی و نظامی آن کشور همواره پشت سر حزب الله لبنان بودند. حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده. حالا گیرم که فلان دولت وابسته فاسد تو خالی پوک تو فلان بیانیه با پول دلار نفتی حزب الله رو مثلا محکوم بکنن، خب درک چه اهمیت داره؟ در گذشته رقبای عرب ایران در منطقه به خاطر اسرائیل از برخورد با حزب الله لبنان اجتناب می‌کردند، اما حالا آن را گروهی تروریستی می‌خوانند. فشارهای آمریکا بر دولت لبنان هم بیشتر شده. بانک مرکزی لبنان اخیراً اعلام کرده ده‌ها حساب بانکی حزب الله لبنان افراد و سازمان‌های مرتبط با آن را مسدود کرده است. بدیهی است که اسرائیل در این میان از همه خوشحال‌تر باشد، چون از دید تل‌آویو به این ترتیب سرسخت‌ترین گروه باقی مانده در مقابل اسرائیل تحت فشار قرار گرفته. شاید برداشت کشورهای عرب تحت رهبری عربستان سعودی این باشد که وضعیت منطقه خاورمیانه دارد روز به روز بدتر می‌شود و با چشم‌اندازی که از بنبست سوریه، جنگ یمن و حالا در بحرین پیش چشم هاست، باید جلوی نقش‌آفرینی احتمالی بیشتر حزب الله لبنان در منطقه را گرفت. خب مبارزه ظاهری بود که همینان گرامی گزارشی بود که بی بی سی اون رو پاش کرد و ما هم ازش استفاده کردیم همینان گرامی. اما جالب میدونید چیه؟ اظهار نظرهای مشاورین علی خامنه‌ای، یعنی اینا به تنها چیزی که اصلا تصور نمی کنن، فکر نمی کنن و دنبالش نیستن منافع مردم ایرانه. و این چقدر خوب شد عمیانانی گرامی، هنوز بودن یه عده که تصورشون این بود که اینا حداقل تا این اندازه سقوط نکردن تا یه کشوری رو مثل ایران نابودش بکنن و تا اینجا جلو برن که هرچی تروریست در دنیا هست مورد تایید اینا باشه. علی اکبر ولایتی رو میشناسید که دکتر علی اکبر ولایتی مشاور خامنه‌ای در امور بین‌الملل هست، گفته سوریه بهترین متحد استراتژیک جمهوری اسلامی است و قطع ارتباط ایران با سوریه به معنی از میان رفتن رابطه تهران و حزب الله است. یعنی اینا در یک جنگ بی حاصل که داره در سوریه انجام میشه بین به اصطلاح بشار اسد و مردمی که در ابتدا به تنگ آمده بودن، شروع کردن قیام کردن بر علیه بشار اسد، بعد دیدن فضا آماده است، تروریست های دیگه هم ریختن اونجا، حالا طوری شده که مردم سوریه گروه گروه دارن فرار میکنن و از اون کشور میان بیرون. ملزم میفرمایید که الان در اکثر کشورهای جهان میلیون میلیون مردم سوریه به طور آواره دارن پناهنده میشن، چه در ترکیه، چه در ایران، چه در ایران که نه، چه در عراق، چه نمیدونم در آمریکا، چه در اروپا به خصوص. و این چیزیست که محصول همکاری مقدس جمهوری اسلامی و به اصطلاح بشار اسد. اما مشاور علی خامنه، یعنی همین مردک علی اکبر ولایتی، گفته سوریه حالا هم متحد مشترک ما
و هم متحد حزب الله است. و اگر ارتباط ما با سوریه نباشد، ارتباط ما با حزب الله از بین می‌رود. مثل که مردم ایران عاشق حزب الله لبنانن بعد از این همه جنایتی که داره انجام میشه، بعد از این پول هنگفتی که به جای اینکه خرج مردم ایران بشه داره میره تو جیب حزب الله لبنان و بشار اسد. هزاران نفر از جوانای ما الان دارن آمادهشون میکنن برای جنگ بی حاصل در سوریه و میلیاردها پول تا به حال ریخته شده هم به طرف سوریه و هم به طرف حزب الله لبنان، در حالی که در خود مملکت ما مردم میرن کلیه‌هاشون رو میپوشن. دیدید که چه خبره. حالا یه جبهه دیگر دارن باز میکنن، جبهه دیگری در بحرین، به دلیل اینی که یکی از آخوندهای بحرین از طرف حکومت دستگیر شده و به سر تابعیتش سد شده. یه فیلمی از سر این مورد، اجازه بدین این فیلم رو براتون پخش کنم، تحولات بحرین. این فیلم رو ببینیم، باز میگردیم و من به دنبالی صحبتم میپرسیم. این نویدرات، شهرکی در 10 کیلومتری جنوب منامه، دیروز نارامی ها در بحرین از هفته گذشته بالا گرفته، هنگامی که مقام های سنی کشور از بزرگترین مرجع شیعه سلب تابعیت کردند، از شیخ عیسی قاسم. این تصاویری از اعتراض های دیروز در منطقه الدوراس در شمال غرب بحرین، زادگاه شیخ قاسم. این بلاهت اونها رو نشان میده. در ایران هم حالا رهبر کشور خبر از قیام قریب الوقوع سراسری جوانان بحرین میدهند اگر تعرض به شیخ عیسی قاسم ادامه پیدا کند. تهدیدی اوریان. شیخ عیسی قاسم کسی بود که تا امروز، تا وقتی که میتوانست با مردم حرف بزنه، مردم را از حرکات تند و مسلحانه جلوگیری میکرد، مانع میشد. نمیفهمن که با کی در افتادند، نمیفهمن که تعرض به شیخ عیسی قاسم یعنی برداشتن مانع از مقابل جوانهای پرشور و پرحماسه بحرینی که بیافتن به جان نظام حاکم، از هیچ راهی دیگه نمیتونه اونها رو ساکت کنه. قبلا قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، گفته بود تعرض به شیخ عیسی قاسم عبور از خط قرمز است و چاره‌ای برای مردم به جز مقاومت مسلحانه نمی‌گذارد. و این مشاور رهبر ایران دو روز پیش، و این اقدامی که اونها کردن اگر دست بر ندارن و به این اقدام غیرقانونی خودشون میخوان جامعه عمل بپوشنن، بدونن که با مقاومت مردم بحرین و جهان اسلام مواجه خواهد. شیخ عیسی قاسم، رهبر 79 سالی شیعیان بحرین، امروز بدون تابعیت است، بدون هیچ حقوق مدنی و معلوم نیست اگر از کشور خارج شود دوباره اجازه ورود بگیرد. برای حکام سنی کشور، او و رهبران اکثریت 60-70% شیعیان بحرین مهرهای ایران هستند. اینجا دیداری که با او داشتم چند سال پیش، وقتی که ترجیح میداد از زبان نزدیکانش صحبت کند. شما مهره های ایران اینجا نیست؟ نه نیستیم، حتما نیستیم. ما مهره های بحرین، بحرینی از اول تا آخر. دولت میگه شما دستورات ایران رو دارید. دروغ بزرگ. سخنان رهبر ایران حالا امروز سوء زن را در بحرین به شیعیان افزایش خواهد داد و خطر گسترش شعله های آتش را. ایران مجدداً در مدت ها. خب امینان گرامی، ملاحظه فرمودید که پول مردم ایران باید یه جا صرف حزب الله لبنان بشه، میلیاردها باید خرج جنگ بی حاصل سوریه بشه و این طرف هم میلیاردها پول مردم ایران باید صرف کسانی بشه که مخالف حکومتاشون هستن. اینها این رو لازم میدونن که کنار مرز یک کشوری که عضو سازمان ملل متحده یعنی اسرائیل
یه نیروی نظامی به وجود بیارن، همونطور که رهبر حزب الله میگه، بهشون اسلحه بدن، پول بدن، میلیاردها پول در اختیارشون بذارن، حتی موشک بهشون بدن. گفت سید حسن نصرالله، میگه تمام موشکای ما، تمام بودجه ما، همه اسلحه های ما از طرف جمهوری اسلامی تامین میشه. خب همین رژیم خودش به خودش اجازه میده به دلیل دو تا توپ که کردها از خاک عراق پرتاب میکنه تهدید بکنه عراق رو، و این کارو کرده، آمده کنار مرز عراق و تهدید کرده که اگر بار دیگر از توی خاک عراق توپ بندازن اینور، ما تا هر کجا که باشه حرکت میکنیم، و این کارو کرده. الان رفته تو خاک عراق و در حال جنگ با حزب دموکرات کردستان ایرانه. یعنی میگه ما تحمل کوچکترین تجاوز رو در مرزهای خودمون با عراق یا هر مرز دیگه ای نخواهیم داد. اما همینا به خودشون اجازه میدن که کنار مرز اسرائیل، من نه از اسرائیل میخوام دفاع بکنم، میخوام براتون بگم که اینا چگونه ما رو دارن وارد ماجراهایی میکنن مردم ایران رو که اصلا ارتباطی به مردم نداره، اصلا به منافع مردم ایران ارتباطی نداره. اما اینطوریه. اما جالبتر صحبتهای حسن روحانیه. او امروز گفته که ما به رشد سرمایه گذاری نیازمندیم، و بعد گفته برای رسیدن به این هدف ما باید اعتماد سرمایه گذارهای داخلی و خارجی رو جلب بکنیم. مثل اینکه این حسن آقای روحانی در خواب خرگوشیه. بسیاری از کشورها دارن میگن که با وجودی که تمام به اصطلاح راه‌های قانونی به روی این کشورها باز شده بعد از مذاکرات مربوط به اصطلاح مسائل اتمی، با وجود این اینا امتناع دارن از اینی که با دولت ایران بشینن قراردادهای سنگین ببندن. چرا؟ برای اینکه همین ماجرایی که داره اتفاق میفته، از یه طرف حزب الله لبنان اعلام میکنه که ما همه وسایل جنگیمون و بودجمون و اینا رو از ایران میگیریم، با اون قدرتی که دولت اسرائیل در آمریکا و کشورهای اروپایی داره. همه ما میدونیم که کشورهای اروپایی در برابر اسرائیل همشون سیاستی دارن که میخوان اسرائیل رو راضی نگه دارن، حتی اگر در بعضی از مواقع این سیاستهای اسرائیل به ضرر اونا باشه، خیلی جاها ندیده میگیرن، چون امکان اینی که در این شرایط اینا بخوان در برابر اسرائیل بایستن وجود نداره. دلایل زیادی داره، مهمترین دلیلش ثروتهای افسانه‌ای که الان در جهان وجود داره. و مهمترین مسئله اینجاست که بسیاری از سیاستمداران غربی میدونن که اگر یک کشوری به اسم اسرائیل رو کوچکترین ضعفی براش پیش بیاد، این کشورهایی مثل ایران و مثل نمیدونم عراق و سوریه و اینا نابود خواهند کرد، و این چیزی نیست که غرب بخواد بپذیره. اما آقای روحانی هم مرتب داره رجز میخونه که بله، ما داریم به هدفهایی که میخواستیم برسیم، داریم میرسیم. این هدف ها جلب سرمایه های خارجی است با این شرایط. اصلا کسی امکان داره هیچ دیوانه ای بیاد تو این شرایط که نه در داخل امنیت وجود داره و نه در سیاست خارجی، بیاد در ایران سرمایه گذاری بکنه؟ اصلا بهترین دلیل همه حرفای خود ایناست. گوش کنید، علی اکبر ناطق نوری در سخنانی در مراسم احیای شب 21 ماه رمضان در مقبره آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، به شدت از وضع فعلی کشور انتقاد کرد. او گفت ما میخواهیم این انقلاب برای جهان اسلام و کل دنیا الگو باشد. آیا 37 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی میتوانیم ادعا کنیم که الگو هستیم؟ آیا با این وضعیت روی ما میشود که بگوییم میخواهیم برای جاهای دیگر دنیا الگو باشیم؟ به گزارش پایگاه خبری جماران، ناطق نوری با اشاره به آمار اسفبار شاخصهای مختلف اجتماعی در کشور یادآور شد
متاسفانه آمارهایی را خودمان در مورد وضعیت معتادان، کارتون خوابها، رشوه و دیگران منتشر میکنیم و دشمن این آمار را از خودمان میگیرد و علیه خودمان استفاده میکند. آیا با این وضع در زمینهای مختلف میتوانیم الگو باشیم؟ اینا رو که دیگه ما نمیگیم، همینان گرام اینا رو خودشون میگن.